سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام، اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید میخوایم بررسی کنیم آهنگ نامحدود از رضا پیشرو رو ببینیم. دیس به چه شخصی یا اشخاصی بودم. و قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال های کوکتل رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ما، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید خیلی راحت دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. قبل از هر چیزی بگم، خب من تکس رو گاشتم جلوم و چندین بار گوش دادم و ربطش دادم به خیلی از مسائل. مال بعضی های دیگه هم که گذاشته بودن، بعضی از برحال پیج های اینستاگرامی رو چک کردم ببینم چه جوریه، اونا چی گفتن و اینا، و به یه جمع‌بندی کلی رسیدم. و اینم مد نظرتون باشه که 100% چیزی که من جمع‌بندی میکنم درست نیست و شاید اصلا یه مسیر دیگه باشه. و اگه شما نظرتون چیز دیگه است اون زیر بنویسید، ولی نه دیجنوز که هو فلان به ما نظر منه و من این فکر رو کردم. بریم با هم گوش کنیم قسمتی از آهنگو. میای میخوای همه چیزو یاد بیارم، رپرای دولتیمون آب خیارن، دستای منو پسونای گاوه میمالم، نمیمالم خایه هایی که خایه میمالم. اینا اگه دقت کنید خیلی ها میگن که آقا این همه چیزو یاد بیارم منظور به سامانه که 85 و این داستانه، اما اگه یکم بیشتر دقت کنید به نظر من این منظور به تتلوه و اون داستان قدیمیشون. و اگه دقت کنید حالا میگه رپرهای دولتی آب خیارن، که یعنی خب آب خیارن دیگه، یک کنایه است که یعنی هیچی نیستن، به درد نمیخورن. میگه تو دستای من پستونای گاوه میمالم، منظور از اینه که آقا من کاری میکنم که هدفمند، اگه کاری میکنم تاش نتیجه داره. و حالا اینجا شاید یه گذری هم به سامان ویلسون 85 بشه، اما داستان اینجاست. بعد از اون داستاناشون و این حرفا، چون اگه دقت کنید بعد از وایسایی که گذاشته بود امیر تتلو و حرفایی که درباره پیشرو زده بود، پیشرو گفته بود که میخوام یه سالاد بدیم، سالادم اینه. حالا سالادم ترکیبیه، توش ممکنه کسای دیگه هم باشن، چون سالاد دیگه، تو سالاد خیار هست، گوجه هست، فلان هست، همه هم توش مثلا خرد شدن، کات شدن. و یه منظور اینجوری داره، بعضی دیگه هم هستن تو این آهنگ، ولی من فکر میکنم اصل داستان تتلوه. و اینجا هم منظورش که مال کسایی که میمالن و نمیمالن، اگه دقت کرده باشی تتلو یه سری لایف گذاشته بود با ام جی و همچنین درباره ویلسون یه سری حرفا رو زده بود که من طرفدار ضد بازی بودم اینا. این میتونه منظورش به این باشه و اون داستان که به هر حال داستان دیسش و توتول و اینا. و حالا بریم جلوتر، این مد نظرتون باشه، میرسیم بهش. یه قسمت میگه که یقتون میگیره حتی استخون جندیدم. خیلی ها میگن آقا این تیکه به فداییه، اما این تیکه به فدایی نیست از دید من. چرا؟ چون اول از همه پیشرو اومد و هیچ جبهه‌ای نگرفت، گفت آقا اینا هر دعوا اینا دارن، تو توییتاش گفته بود اینا هر داستانی هست و اینا، ما به اینا کاری نداریم و طرف کس خاصی نیست و دلیلی هم نداره بیاد اون دیسی که به هر حال فدایی داده بود و میگفت اومدم آقا میخ تابوتتون رو بکوبم، که جوابی به زد بازی بود، بیاد طرف زد بازی رو بگیره جواب بده. اینجا به نظر من منظور اینه. شما دیدید خیلی ها میگن آقا بعد از جنازه من رد شی به فلان داستان برسی. این میگه که آقا از رو جنازه منم چی نمیتونی رد شی، بالاخره داستان میکنی. بعدش میگه از این ور میای من لپ فلان نگیرم و این داستان ها، منظورش اینه که آقا این ور میای حواست به خودت باشه، ما چیکار میکنیم اینجوری. بعد میایم پایین تر، میگه که نبینم از این به بعد چوس و گوز و رو طویلت. این داستان چیه؟ خب تتلو خیلی جا خودش رو شاه و فلان و اینا میگه و مثلا من سلطانم، من بیستارم از این حرفا. و خب اینجا رضا پیشرو داره میگه که آقا چوسی نیا، حرف مفت نزن، رو طویلت آقا اسم فلان نزار، اسم بیسار نزار، از این داستان. میایم پایین تر، میگه که قوی هم و بقیه تو آلبومون غریبن، همیشه هم از اون طرف میرن که منو نبینن. خب اینجا معلومه داستان دیگه که آقا احتمالاً تو آلمانش کسی نیست، خوشه یا قطب رپ میدونه و اینجوری. میگه با دوتا روپایی فکر میکنم منو خریدن. خب اون دوتا روپایی میتونه حالا استعاره یا کنایه از یه کار نسبتاً باحال باشه که اما خیلی باحال نیست. میگه آقا با این چیزا منو نمیتونی بگیری، حالا میتونه تیکه به لایو سامان هم باشه یا بقیه کارا که حالا بقیه کردن، چون خود تتلو هم دوباره یه بار دیگه اومده بود وایس گرفته بود که من خیلی برا رضا احترام قائلم، منظورش میتونه به اینم باشه. خب بعد از رایمای خیلی باحالی که میچینه، ما میایم پایین‌تر، میبینیم که میگه حقیقتو پنهان میکنی به ناچار، ولی اونقدر پرت میکنم که بزنی یه جا داد. که خب میگه آقا شما دارین عوام فریبی میکنین این داستانمو با کارا، من یه کاری میکنم که چی، شما اون اصلشو رو کنید و بگید چی بوده
داستان که باز میتونه حالا به تتلو باشه، به سامان ویلسون باشه، این زیاد معلوم نیست، اما خب به هر حال. ولی جالبتر اینجاست، میایم پایینتر، میگه وقتی خدا نمیخواست بمیرم تو برف، بلند شدم و رنگین کمون کشیدم تو رپ، که برمیگرده به اون داستان آهنگ مرز اگه یادتون باشه، و درباره به هر حال اینکه چجوری از ایران خارج شد. و خب رضا پیشرام خیلی عرفانی طوره و این شکلیه که اینجا داره به هر حال حرفو میزنه که به هر حال خدا نذاشت من بمیرم که یه انقلابی تو رپ باشم، که مثلا یه جور مثل پیامبر رپ و این داستان ها، حالا این میتونه خیلی بازش کنیم و این حرفا کاری به اون نداریم. بعد میایم پایین تر، میایم پایین تر، میرسیم به ایجه که خیلی باله، میگه سالی 12 ما پیداشونی پیگیرن تو جنگ، هرچی هم ساکتشون میکنی باز میرن رو زنگ. که خب باز معلومه دیگه که ساما ویلسون فدایی و هیچ کس که خب مدت ها نبودن، هر چند وقت یه بار هستن، تیکه که به فدایی میندازه این تو، دقت میکنه دیگه، فدایی سالی یه بار، دو سالی یه بار یه آهنگ میده و تا یه داستان جنگی میشه 48 ساعت بعد دیسپک میده. این منظور رضا پیشرو میتونه واضح به سمت اون باشه. و خب هیچ کس هم که میدونیم آلبومش خیلی طول کشید، اونم خیلی دیردی رو آهنگ میده، همینطور قاف، همینطور سامان، که بعد میان و سر جنگ و اینا هرچی میشه سری توییتر و فلان و این داستانا، منظورشون به اوناست که سال 12 ما نیستن، داره جنگ میشه پیدا میشن، و همچین منظوری میتونه داشته باشه از دید من. و میایم پایین تر، میگه که حالا اینجا نگفتیم هرچی ساکتشون میکنین که میرن رو زنگ، باز حتی به تتلو و بقیه که جواب همه رو یه بار داده خیلی قاطع تو آهنگای مختلف، و بعدش داستانا تموم شده، داره میگه که آقا یادتون بیاد دیگه من چیکارو کردم، ما هرچی اینا رو ساکت میکنیم باز میان رو زنگ، که منظور به تتلو هم خیلی واضح میتونه باشه بعد از اون دیسترک تو طول. حالا میام پایین تر، میگه همه زور میزنین که بمونی تو هیپ هاپ، فعلا باید فلو برونی رو گیتار. اینو خیلی میگن آقا دیس به مهراد، اصلا همچین چیزی نیست. چرا؟ چون خودش تو همین توییت چند وقت بعد که بعد آهنگ بود نمیشه، آقا اصلا شخصیت مهراد فرق داره و داستان شده تو از این داستانا، و اینجا باز تتلو داستان. چرا تتلو داستان؟ همونجور که میدونی تتلو خب خیلی بعضی از جامعه هیپ هاپ، قسمتی از جامعه هیپ هاپ و آرتیستا به عنوان هیپ هاپ یا کسی که رپ میکنه اینو قبولش ندارن، ولی خب خودش میگه که من رپرم، تو رپ هم و تو رپ این کارو کردم، تو رپ اون کارو کردم، این حرفا رو خیلی میزنه، و اینم منظورش به اونه. و اون فلو برونی رو گیتار فکر کنم منظور به آهنگ کی مثل من یه همچی چیزایی بود، الان اسم آهنگ تتلو دقیق یادم نیست، اما یه آهنگی خونده بود همین چند وقت پیش، دو سه ماه اخیر که روی گیتار بود و اینا، منظورش به اونه نه به مهراد، چون همیشه به مهراد گفته که باید که من براش احترام قائلم. میای پایین تر، یه تیکه هست میگه ماشین متوسط رو نمیرونمش، لجبازم کوه بدید بریزونمش، که میگن جواب به حامد اسلش، بعضیا که میگفتن که حامد اسلش توی بی پرده گفته بود که میبینی رویای مازراتی، من فکر نمیکنم همچین چیزی باشه، فقط داره میگه که آقا من زیاده خواهم اینجا اینجوری، من فکر نمیکنم اگه پیش رو بخواد جواب بده اینجوری جواب نمیده. میام پایین تر، میگه تو بهتره که همونطوری بری تو لکت، تیر که میباره سپر تو بگیر رو سرت. بعضی میگن تیکه میتونه به حسین باشه، اما من فکر نمی کنم منظورش اون باشه، اینجا دقیق نمیتونیم بگیم کیه، میتونه هم فدایی باشه، میتونه هم خود تتلو باشه، حتی سام ویلسون که تو مثلا دنیای خودشونن، میگه فقط مثلا مواظب باش که مثلا زیر نشی تو این داستان هم، به نوعی دقیق نمیشه بگیم کیه. اما میایم پایین تر، میگه میدونی بازیت نمیدن اگه بپیچونمت، که خب قدرت خوش تو این داستان داره به رخ میکشه، بعد میگه اگه زیاد عمیق بشی چه میدوننت. خب تتلو خیلی وایس میذاره که آقا میگه پیشرو رو ما نمیفهمیم چی میگه، و خیلی فوش و بدبیرا هم میگه، میگه تتلو میگه که آهنگ منو شما میفهمید، مال فلانی میفهمید، پیشرو معلوم نیست چی بگه. این اینجوری میگه، میگه من انقدر عمیقم که آقا تو نمیفهمی چه میفهمنت، اینجوری داره میگه. و پایینش هم دیگه میگه تا کی میخوای بگیرید بدی تو نره، یه سنگدلی وقتی ولی رو همه، که باز معلومه منظور به سمت کی میره، یه سنگدلی وقتی ولی رو همه، فکر کنم داستان نیو فیس و اینا دیگه همه بدونیم و چیه داستان. و جالبش اینجا سوی کورس کار هم اگه دقت کنیم میگه اگه ما با جرأت ندرخشیم در نمیاد گوه از رپ فارس، اینو خوب میدونم اونا که تو بازی موندن و شدن پرونده دار، که به نوعی داره میگه آقا این بازی رو من دارم جلو میبرم. میایم پایین تر، میرسیم توی ورس 2، میگه کافیه بشینی پای تلفن فایلتو باز کنم بگم مایه بده رک، که چرا به خاطر ما میکنی خواهش صبح. خب این یاد اگه یادتون باشه این چند وقته و همینطور اون زمان قدیم به هر حال بین فیتایی که بود بین تتلو و اینا، میگه که آقا اگه میخوای من باید کار بدم باید مایه بدی رک دیگه، وقتی فایلتو وا میکنم تو هم درد دل میکنی با ما، که میتونه همون منظور وایسای باشه که
گذاشته بود تتلو که میگفت آقا اولین باری که من پیشرو دیدم اومد به من به شوخی فوش مادر داد، هیچی نگفتم فلان، از این حرفا میزد، میگفت فلانی میخواست بهش چاقو بزنه و اینا. میتونه منظور به اون داشته باشه، چون اونم 3-4 صبح بود به هر حال وایسی که گذاشته بود، به این شکل میتونه باشه. و میگه که آقا تا میبینی فلشم رفته رو به بالا، پوز نمو میدی و میگی رضا قهرمان ماهاست. خب این هم میتونه به لایو رضا پیشرو ببخشید به لایو ویلسون باشه، هم به داستان به هر حال تتلو که تتلو یه بار میاد میگه آقا من به این احترام میذارم، پیشرو اینجوریه، پیشرو اونجوریه، فراش میاد یه جور دیگه میگه، شاید اون پشت سری تماسا شده، چون قرار بود توی گرگ دو هم باشه خود تتلو، هم شده اگه اینا بیان چیز میکنیم، چی میگن، استقبال میکنیم، آهنگو میدیم. به نوعی شاید داره اینجوری توضیح میده داستانو که میبینی هر وقت پیشرفت کردم میای سمت ما، ولی خودت مثلا میری چی میگی، میگی توی افتادیم اومدی من دست تو گرفتم بالا، میدونی یه غیر مستقیم شاید به این نگاه ها داشته باشه. اما پیشرفت فکر کنم یه چیز اجتماعی بود، منظور اجتماعی داره که هست دیگه توی ایران دیگه، تا یکی میره رو به بالا ما از اول بودیم و چاکرتیم نوکرتیم داداشو از این داستانا. ولی بعدش میاد پایین و تیکه میبینیم به سهراب ام جی، میگه تو من بعد کار کنی تو قهوخونه بابات، که خب این ذهنو میبره به سمت این که خب عمو سهراب هست اسم رستورانی که دارن سهراب اینا، سهراب ام جی میتونه اونجوری منظور به اون باشه. بعد میگه تو رپ رنگی نداری و گرگور کارات، اینم باز میتونه هم به تتلو باشه که میگه تو رپ رنگی نداری دیگه، اگه از بالا دنبال کنی و حتی اگه میتونیم شاید اونو برداشت به سهراب نکنیم، برداشت ما این باشه که حتی منظورش اینه که تو اومدی توی قهوخونه کار کن. ولی جالبیش اینجاست، میایم پایینتر میگه بیا باهات کار دارم بعد بوس لالات، که خب بعد از لات بازی های تتلو اینا که خیلی همیشه میگه تو وایساش و اینا میتونه اینو گفته باشه، یعنی بابا برو حالا من شب میام سراغت. و اینکه حتی به ویلسون بعد از لایوی که داشت، خب تو لایوش میگفت بیا بغل هم بخونیم ببینیم چی کاره ایم، بیا با هم اینا، میگه آقا تنها کاری که اگه من با تو دارم اینه بعد بوس لالات، و اینجوری اشاره میکنه نه تو کار دیگه، منظور میتونه این باشه. بعد میگه یا از این به بعد بذار در فلان آلارم چیه، آلارم دیگه، هشدار که آقا هم که حواست باشه ما داریم میایم، یعنی فرار کنی از این داستانا. و اینجا جالبه میگه همونیم که همیشه تو سرمونه ما، آقا من همیشه همینم، فرق نمیکنم، نمیشینم بشینم چیکار کنم که مثلا یه چیز دیگه نشون بدم، صبر نمیکنیم، صبر برای پول بابا، که باستی که به هر حال سامو ویلسون که تو لایوش میگفتش که آقا چی ما با پول بابامون رفتیم فلان کارو کردیم اومدیم بیسار کار کردیم، اینجوری میگه که آقا برای پول بابا صبر نمیکنم، و همون بابایی که هنوز در کونه ناجاست، که خب دیگه معلومه دیگه، اشاره میکنه به این داستانهایی که پشت زدبازی هست، حرفایی که پشتشون هست، دولتی هم فلانن و اینها، و داستان اینجوریه، قیمت تو هم ارزونه دادش که باز مشخصه، یعنی شما خودتون رو فروختید، حالا به چه قیمتی، اما من قیمت ندارم، شما ولی خودتون رو فروختین. اما جالبتر اینجاست، میگه همش برو راه پیمایی، دگر گاف پنداری، تو دستات زندانی، ولی گاردت گاندی. ما هم روشنیم داداش، جلو قاضی سایه بازی. خب داستان چیه؟ این دوتا داستان داره، یکیش این که خب به هر حال سهراب ام جی توی به هر حال راهیان نور و اینها بود، و اما داستان دیگه که هست که یحتمل تر اونه به شاهین نجفی. چرا شاهین نجفی؟ خب خیلی از سمینارها شرکت میکنه، خیلی از راهپیمایی خارج کشور بر علیه حکومت و فلان این داستان ها، این منظورش به اونه. اونجا میگه دگر گاف پنداری، منظور از اینه که آقا تو میخوای چیز جدیدی باشی اما خودت هم نمیدونی چیه، میدونی، یه همچین تیکه میندازه، میگه تو دستات زندانیه ولی گاردت گاندی. و خب مشخصه دیگه، تیکای به شاهین نجفی که خب همیشه هم یه گارد روشن فکری داره و باحال و اینا، اینجوری دیسش میکنه. و بعد میگه ما روشنیم داداش، جلو قاضی سایه بازی، که معلومه دیگه روشنیم و سایه. این داستان داره نشون میده که اولا یه تناقض اینجا هست بین روشن و به هر حال سایه، و اینکه آقا ما قاضی داستانو میدونیم پشت چه خبره. و یه آهنگی هم داشت خود شاهین نجفی به اسم جلو قاضی و ملق بازی، یه کنایه ریزی هم به اون داره. و در کل آهنگ از دید من بیشتر به سمت تتلوه، و همه تیکای افتاده شده به حتی فدایی و همچنین سامان ویلسون. و یه جای کار جالب بود که میگفتش که آقا هر جا بریم شهر مال ماست، دستا بالا، که خب آقا مشخص باز فکر میکنم، چون یه چیزی هم داشت، یه مصاحبه ای هم داشت که اون تو میگفت هر کسی یه بیشه ای داره، و یه داستانی تعریف میکرد که یکی از طرفدارای هیچ کس اومده بود گفته بود اگه مجاز بیاد باز اینجوری میکنی، و بعد میگفت که آقا ما گرفتیم اینو زدیم و این حرفا. یه گریز ریزی به اونم داره که میگه آقا اینجا شهر ماست دیگه، همه جا میره دست و بالا سفیسویه، که خب
یه تنه ریزی هم میتونه به هیچ کس باشه. حالا داستان این بود، بعد ببینیم که جواب چجوری میدن تتلو، ام جی، ویلسون و بقیه. اما خب اینجوری بود دیگه داستان، این نظرهای من بود، شما هم نظراتتون رو بنویسید با هم پایین در اشتراک بذارین. گفتم 100% چیزی که من فکر میکنم، چیزی که یعنی هر کدوممون جدا فکر میکنیم، 100% اصل داستان نیست، عالم ده که نیستیم به هر حال، بعضی جا ممکنه چیزی تو ذهن من نیاد این داستانا. اما خب بعد از کنکاشی که من کردم به این نتایج رسیدم. حتما بنویسید پایین نظراتتون رو ببینیم چجوریه، چند چندیم و چیه داستان. ولی خب یه جور میشه گفت دیسترک که بخوایم حساب کنیم، دیسترک باید مستقیم باشه. آقا میری توی کار، حالا یا دیسال یا هر چیزی میزنی. خیلی رضا پیشرو اینو یه جوری تاپ داده که خیلی چیزها رو میشه توش برداشت کرد و خیلی باهوشانه کار کرده. یه جا اصلا دیدیم دیگه، یه تیکه بود به 3 نفر میتونست باشه و دمش گرم رضا پیشرو ترکونده تو این کار. توی هر ورس چند تا فلو عوض میکنه، حداقل 2 تا. و اینکه خب هم بریج داره، هم همخوان داره، هم خیلی قشنگی به هر حال در کل خیلی موزیک بالی. یه بیت یک نواخ اما خیلی با فاز، رو فاز آهنگ، فلوش عالی، یعنی فلوهایی که اجرا میکنه عالی. قافیه بازی هم که دیدیم دیگه، یعنی رایمو کشته قشنگی. تو مثلا یه تیکشو اگه بخوایم ببینیم، من برم روش اینجا میگه من اولد سکولو چسبیدم، پوز پولو فهمیدم، یقتو میگیره حتی استخون گندیدم، از این ور میای من لپ کونتو نگیرم. دقت کنید اسکولو اولد سکولو، این دیش آرنجو پاک کرده که یعنی نگفته تو تلفظ که بهتر بشه. ببینید اولد سکول، میبینید که کولو چسبیدم، بعد پای میشه پولو، بعد میشه استخون و خون و پایینم که کونو. و اینجوری میبینید چه جوری قافیه‌های خوشگل چند سیلابی میبینید. و خیلی جای دیگه هم هست، مثل اینجا که میگه که آقا چی اگه من پیداش کنم. اینجا میگه که آروم میکنه جو سریعن، رپ منو صدا زد، منو بگا داد پدال گاز، میرفت که منو بکنه دراگ باز، پدال گاز دراگ باز. میبینید خیلی کارشو بلده رضا پیشرو، واقعا قشنگ بود. از دید من بهترین دیسترک این چند وقته بود. البته میگم دیسترک مستقیم اونجوری نبود، اما باز خیلی خفن بود. و اگه بخوایم بهش نمره بدیم، از دید من 8، یه نمره به نظر من حالا بالاترین نمره یه که میدم، یعنی دادم تا الان. و این گونه دیگه، واقعا ترکون، واقعا خوب بود، دمش گرم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. حالا اگه قرار نیست اتحادی شکل بگیره از این دیسا بیاد که حال کنیم تو موزیک باشه دیگه، بزنن تو موزیک همونه استوری و لایو و اینا، این داستانا. خلاصه خسته نباشید بگیم به تیم تولید این موزیک و امیدواریم که آلبوم پروازم بترکونه. مطمئنیم که میترکونه. حالا باید بیاد ببینیم چی میشه دیگه. این از این، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده باشید و آرزومندم که همیشه حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.